که این رو میگم مثلا واردات رو فرها کنیم، چرا اجازه نمیدیم تولید کنن؟ ببینید شرکت های خصوصی برای 2000 تا تعهد معوق میرن زندان، ایران خودرو و سایپا با 1 میلیون تعهد معوق میان تازه صحبت از دستاوردهای کلان میکنن. این یک دوگانگی در همه چیز وجود داره، فقط در مجوزات ایران خودرو. علارغم اینکه چندی پیش آقای صادقی نیارکی گفتی یه گفت 600 خورده هزار تا 700 هزار تا ایران خودرو تعهد داره، شرکتی که 700 هزار تا تعهد داره بهش مجوز دادن نفتی 25 هزار تا، ماهی 25 هزار تا دیگه تعهد داره. خب این 25 هزار تا و اون 700 هزار تا که جمعش دو سال تولید این شرکته، یعنی از الان تا آخر سال 6 تا 25 هزار تا ایران خودرو قرار است که به تعهدش اضافه بشه، یعنی حدود 800 900 هزار تا قرار اضافه شه. خیلی تولید کنه 200 هزار تا است، یعنی دو سال و نیم بعد دیگه 3 سال بعدش رو اجازه داره بفروشه. و اگه شما به عنوان یک خریدار ایران خودرو الان بری شکایت کنی، آقای مقیمی یا مدیر عامل خودرو نمیگیرن، میگن تحریم بیچاره نمیتونه در بیاد. ولی اگه من بخش خصوصی 200 ماشین ثبت نام کنم و وزارت صنعت نظر من بیارم، چون اینکه هیچ کسی که در واقع دنبال این نیستش که نیاره تعهدشو انجام، این فضا یک فضاییه که ما 20 سال باهاش مواجهیم دیگه. وقتی شما تمامی بازیگرای خصوصی بازار رو شما نیا کنید، در 20 سال گذشته هر شرکت تولیدی ایجاد شد، حذف شد، ورشکست شد، زندانی شد. بله. و زندانی شدنش هم قاعدتا شاکی خصوصی داره، درست مردم رفتن شکایت کردن، ولی چرا همه به شاکی خصوصی ختم میشن؟ چرا همه واردکننده ها به شاکی؟ یه دوره یادتون باشه تو واردات وزیر اسبق صنعت میگفتش که ما برای حفظ در واقع سرمایه مردم الزام کردیم گارانتی بگیرن، و همه شرکت ها همه مردم 3% میدادن به 3-4 شرکت خصوصی. حالا این وسط این مثلا چند هزار میلیارد تومانی که به این شرکت های خصوصی داده شد، خب بدیهیه که پول مفت بوده دیگه، یعنی کسی خدماتی که درازش دریافت نکرد. جدا اینکه این سوال پیش میاد که چطور میشه آدم به یکی چند هزار میلیارد تومان حال بده و در رضای خدا این حال رو بده، چون این یارو تا دیروز این پول رو نمیگرفت، بس یه روزی شد شریک سفره همه ملت ایران. و جالبه که هیچ کم الان نمیره شخم بزنه که اون رئیس سازمان حمایت، اون معاون سازمان حمایت که الان زندانه به خاطر مسائلی که داره، خب این شرکت هایی که این پولا رو گرفتن تکلیفشون چی بود؟ اونایی هم که نگرفتن اونا هم زندانن، فرق نمیکنه، یعنی باز تو بارکن یا فراری هن یا زندان. این فضا بدیهیه که امروز که ما 20 سال از این شروع این به اصطلاح تاسیس کارتل اقتصادی فاسد صنعت خودرو میگذره، ما مواجه باشیم با این که پراید رو تکنولوژیک بدونه یکیشون، یکی دیگه شون بگه پراید رو دم مرز 6000 دلار میخرن، من به شما لطف کردم 4000 دلار دادم، یکی دیگه شون بگه نخیر پرایدم خیلی امنه. تازه این دیگه طبیعی میشه. اینجا ما تصاویری که داریم پخش میکنیم به غیر از اون خاوره که یک چیز عجوبه ای هستش، بقیه مربوط به خودروهای برقی هستش که میگن قراره به زودی بیاد تو بازار. کارمندی ها میگه ماشین برقی میخوام بیارم، مفنا میگه ماشین برقی میخوام بیارم. الان وقتش هست ها؟ یا مثلا الان واقعا وقتش هست که شما رفتید تو حوزه موتورسیکلت های برقی دارید کار میکنید؟ من اول در مورد خودمون بگم، یه سوء استفاده بکنم در مورد خودمون اول بگم، ما در واقع تو حوزه موتورسیکلت برقی کار کامرشالایز کردن یا تجاری سازی رو انجام میدیم، دیزاینش با ما نیست. ولی حوزه خودروهای برقی خب بیشتر از 20 ساله که داریم کار می‌کنیم. این که الان وقتش یا وقتش نیست، به نظر من این رو بذارین بازار تصمیم بگیره. اگر که وقتش نبود ما ضرر می‌کنیم، ورشکست می‌شیم، میریم پی کارمون و انتظارم نداریم دولت کمکمون بکنه برای اینکه ورشکست نشه. ولی در مورد اینکه ارگانهای دولتی مثل اسم بردین مثل مبنا یا مثلا شرکت ایران خودرو صاحب اینا صحبت از این چیزا می‌کنن، اینا بیشتر به نظر من پروپاگانداست. یعنی الاز فنی هم که ورود می‌کنیم به بحث فنی این خودروها، اینا از لحاظ فنی دستاوردهای بزرگی ندارن. یعنی مثلا فکر کنید همین خودروی هیبریدی که توی مبنا ساخته شد، خب این یه هاب موتور خیلی قدیمی داره، این شیوه یه که شاید 10 سال پیش بود تقریبا که ما این آفر رو به ایران خودرو دادیم که بیایم این کار رو همین تازه دنا رو می‌خواستن معرفی کنن، مثلا دنا رو هایبرید بدن. و به خاطر در واقع آن اسپرینگ ماسش، به خاطر وزن زیاد چرخا،